با سلام خدمت شما دوستان عزیز، سید عارف رضوی هستم، مدیر بخش آکادمی معماری زاویر. با 100 ترفند طلایی در خدمت شما هستیم، پس با ما همراه باشید. اولین قابلیتی که ویره 3.5 به ما میده قابلیتی هست به نام Adaptive Light. شما اگر تعداد زیادی نور داشته باشید، مثل این صحنه‌ای که من کار کردم، 143 تا منبع نور وجود داره. شما وقتی که این صحنه رو با حالت عادی رندر میگیرید، یه تایمر رندر به شما میده و میاد چیکار میکنه؟ تمام نورها رو محاسبه میکنه. یعنی به این حالت تمام نورهایی که وجود داره محاسبه میشه، چه نورهایی که مورد هدف شماست، چه نورهایی که ممکنه پشت دیوار یا جاهایی که با سوژه شما فاصله داشته باشه. حالتی بود از ویره 3 سال 2014 معرفی شد به نام پروبابیلیستیک لایت. تو پروبابیلیستیک لایت این میومد به صورت رندوم بعضی از نورها رو از کار میداخت و تو صحنه‌های خیلی بزرگ بعضی اوقات دستاورده خوبی داشت، ولی در کارهای روتینی که ماها انجام میدادیم رو مخصوصا نورهای IES نویزهای زیادی ایجاد میکرد که این ما را اذیت میکرد. ولی دستاورد ویره 3.5 به بعد Adaptive Light بنا به گفته خود آزمایشگاهی که از گروه هوشمندتر شده و بهتر میتونه تشخیص بده که چه نورهایی رو باید در کجا قرار بده، چه نورهایی رو در نظر نگیره. تو تست ساده که خود ما انجام دادیم، تایم رندر ما همونطور که تو تصویر مشاهده میکنید از 7 دقیقه و 35 ثانیه به 4 دقیقه و 21 ثانیه رسیده، که میشه گفت حدود 60% افزایش سرعت رندر داشتیم و این عدد کمی نیست. و تو بنچمارک ها و تست های غیر معماری که خود من شخصا گرفتم، بعضی از صحنه ها رندر های 35 دقیقه‌ای رو تا 10 دقیقه هم رسوند. راه فعال سازیش هم خیلی آسونه. شما کافیه به گلوبال سویچ مراجعه بکنید و وقتی که منو رو حالت ادوانس یا اکسپرت قرار بدید، میتونید قرار بدید حالت از فول لایت ابلیشن رو حالت ادپتیو لایت قرار بدید. البته بچه‌ها در نظر داشته باشید، پیش‌فرض همین هست. اگر شما فایل قدیمی دارید، بنا به گفته خود آزمایشگاه کیاس گروپ، شما حتما یک بار موتور رندرتون رو بذارید رو هر حالتی که دلتون میخواد، اسکن لاین یا حالا هر چیز، و دوباره بذارید ویری. این تمام تغییرات بنیادی و جدیدی که هر ورژن جدید ویری به ما ارائه میده رو اعمال میکنه روی این کار. امیدوارم این ترفند طلایی به کارتون اومده باشه. خسته نباشید.